عرض ادب و احترام، خیلی خوش تشریف آوردین. متشکرم که ما رو تماشا میکنین. تسلیت عرض میکنم، شهادت امام باقر علیه السلام رو این امام عزیز، امام پنجم شیعیان، انقدر لطف و مهربانی داشتن به اطرافیانشون، به قومشون، که حد و اندازه نداره. و در تاریخ هم تماشا بکنین و اگر تاریخ رو هم ورق بزنین متوجه این قضیه میشین که امام باقر به شدت سخاوتمند بودن، به شدت در واقع مالی رو که به دست می آوردن هبه میکردن، میبخشیدن و برای کسایی که بهشون رجوع میکردن و رو میانداختن به عنوان قرض از امام میخواستن، امام بیدرنگ بهشون میبخشید و اصلا روی اون پول هم حساب نمیکردن، هدیه میدادن، بخشش میکردن. این در سیره زندگانی این امام بزرگوار هست. و دیشب هم خدمت شما گفتم اگر به کنه صحبت های امام باقر علیه السلام پی ببرین، در کنار سرچی که میزنین در گوگل بزنین امام باقر علیه السلام و در کنارش یک تجارت هم بنویسین، یا تجارت امام باقر علیه السلام، یا در کنار اون نام زیبا و مبارک این رو بزنین، این واژه زیبای تجارت رو بزنین، صحبت‌های امام باقر علیه السلام در مورد تجارت رو تماشا میکنین که نقل قول کردن از پیامبر مبین اسلاممون و جاهایی رو به خیلی ها تذکر دادن که تجارت رو رها نکنین چون عقل شما کم میشه. همه جورش که در نظر بگیریم یه تاجر در زمانه ای که زندگی میکنه در هر زمان فرق نمیکنه، چه در زمان امام باقر علیه السلام، چه در حالی که داریم نفس میکشیم، تاجر وقتی که زندگیش رو میبنده و با تجارت سود میکنه و نفع میکنه و برکت وارد زندگیش میکنه، بدون شک یقین داشته باشیم که بهترین ها براش رقم میخوره، فکرش باز میشه، ایده هاش خلاقتر میشه، نوآوری هاش در کار و زندگی زیاد میشه، اصلا زندگیش رونق میگیره. عقل معاش درست درمون و جذاب پیدا میکنه، یا اصلا کلن زندگیش بر مدار عقل و تقوا و شعور و معرفت میگرده. همه اینها یک پکیج کامل برای شغل شریف تجارت. اما در رابطه با نردبان ثروت اگر بخوام صحبت بکنم یا ربطش بدم به مهمان امروز برنامه‌مون، یک چیزی واقعا خیلی ها رو در هر مقطعی اذیت میکنه، اونم اینه که شما بخواین کاری رو انجام بدین، حرفه‌ای رو رقم بزنین، یا اصلا کاری رو بخواین در جهت حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی هم حتی داشته باشین، همه اینها نیازمند یک پوله. حالا خیلی به سیاست کاری ندارم، یک بخشش این میشه، ولی اگر کسایی رو تماشا بکنید که در زندگی هاشون خواستن یک کار فرهنگی بکنن، یک فرهنگ رو جا بندازن، خب لازمه این جا انداختن فرهنگ پوله، یعنی کتمان نمیشه کرد این قضیه رو. حتی یک بنر هم بخوایم چاپ بکنیم پول لازم داره، یا بیلبوردی بخوایم بزنیم که الان یه عالمه قیمتش رو رقم میشه، یا اگر بخوایم تراکت هم پخش بکنیم اون هم یک مبلغی رو داره و مبلغ قابل توجهی هم هست. یعنی کار فرهنگی کردن تو هر زمینه ای، تلاش کردن، چه فرهنگیش عرض کردم، چه مذهبیش و اینها، همش لازمش پوله. و اگر ما پول زیادی داشته باشیم، پول خوبی داشته باشیم، میتونیم قشنگ فرهنگ سازی بکنیم و به دل همگان بنشونیم مقوله های مختلفی که در ذهن ما هست و روشنه. مهمان امروز و امشب ما در نردبان ثروت بانوی تاجری هستند که خواستن در خیلی از مسائل مذهبی حتی فعالیت‌های گسترده داشته باشند. خیلی ها به این واسطه با دین اسلام، یا بهتر بگم با تشیع زیبا و جذاب ما آشنا بشن و اومدن کارهای تبلیغاتی کردن در راستای فعالیتشون، ولی از اونجایی که حمایت‌های مالی نمی‌شدن، از اونجایی که بالاخره پول لازم داشت این کار، خسته نشدن از تلاش
رویکردشون رو عوض کردن. یعنی اون فرهنگ سازیه به جا بود، همه اون تلاش ها هست و واقعا نمود داشت در زندگیشون، ولی چیزی که به زندگیشون اضافه کردن و یک تغییر فوق‌العاده زیاد رو به دست آوردن و برای خودشون رقم زدن این بود که وارد تجارت شدن و از طریق تجارت تونستن زندگی رو متحول بکنن و در کنار متحول شدن زندگی به اون هدف در واقع زیبا و اون فرهنگسازی خودشون برسن. بیشتر گفتگو میکنیم با این بانوی بزرگوار تاجر و این رو در واقع از من داشته باشیم و این کلام ابتدایی و این پلاتو رو خیلی خواستم مختصر و مفید صحبت بکنم و یک دیتایی رو به شما بدم و یک در واقع زندگی که با تلاش شکل گرفته به جهت اینکه اومدن فعالیت‌های گسترده کردن در کارشون در زمینه‌ای که دوست داشتن همگان به این تفکر برسن، اون هم از راه تجارت رو به دست آوردن. این رو داشته باشین از بنده و میریم با صدای زیبای استاد حیاتی عزیزم معرفی تاجرمون رو خواهیم داشت، باز خواهیم گشت و صحبت و گفتگومون شروع خواهد شد. بفهمید. خانم رعنا بابالو متولد سال 73 از استان آذربایجان غربی شهر خوی با مدرک سطح 2 حوزه. ایشان از سال 1401 وارد مجموعه آراد شده و با محصول گیلاس و آلبالو تجارت خود را آغاز کرد. وی در طول این مدت کوتاه به دستاوردهایی در زمینه تجارت رسیده است که در نردبان ثروت امروز به آن خواهیم پرداخت. عرض ادب و احترام، خیلی خوش تشریف آوردین. متشکرم که ما رو تماشا میکنین. سرکار خانم بابالو معرفی شدن خدمت شما. خیلی خوش آمدید. سلامت باشیم. متشکرم. زنده باشین. یه سلام علیک با بیننده ما داشته باشین بی زحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام محمد باقر رو تسلیت میگم خدمت آقا جانمون امام زمان و تمام شیعیان اسلام و مسلمین دنیا. بعد سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که با همین صحبتایی که داشته باشیم یه انگیزه و نکاتی براتون داشته باشه که مفید باشه. درود بر شما. خیلی خوش تشریف آوردین. سرکار خانم شما اصالتاً از خوی هستین. بله. درسته؟ درسته. چند سال در خوی زندگی کردین؟ من تقریباً 27 سال. 27 سال. الان 28 سالم. یه سال خورده‌ای هست که تو قم هستم. درسته. چرا اومدین قم؟ چرا اومدیم قم؟ اتفاقی به خاطر درس همسرم. ایشون طلبه هست. طلبه هستم بله. اومدن قم ادامه تحصیل بدن. شما چی خودتونم در جامعه طلبه ها زندگی کردین و بله. این در واقع زندگی رو درک کردین و نفس کشیدین و خودتون علاقه داشتین در حوزه میخواهران درس بخونین اونجا هم مشغول بشین؟ بله، من دانشگاهی که تموم کردم حوزم سطح دور گرفتم. آها. خواهرانم بله خونده. یه خانواده کاملا مذهبی هستین درسته؟ یا به واسطه ازدواج با همسر کلن روی کرده عوض شد؟ چطور بود زندگی شما؟ زندگی من اینطوری بود که با همسرم دانشگاه آشنا شدیم. بله. بعد تصمیم گرفتیم بریم حوزه. نه خانواده من مذهبی بودن نه خانواده ایشون. اینطور. برای عروسی ازدواج جنجالی بود. که راضی کنی مثلا خانواده بدون رقص و موسیقی جشن بگیرن و از این حرفا، ساده زیستی باشه، مهریه پایین باشه، همونی باشه که رهبری میخوان و ما طلبه هستیم. میگم چالش هایی داشت اما جالب بود. جا خوب. و شما جوان ها میتونستین که یک ذهنیتی رو تغییر بدین، یک تفکر رو از بزرگترها تغییر بدین و مال خودتون بکنین، تفکر کنین. به نظرم خوبه. جوونا تو هر زمینه ای که اگر بخوان فعالیت داشته باشن و تفکری رو عوض بکنن میتونن. بله. واقعیتش هم وجود داره. خیر، شما بفرمایید که چیکار میکنین؟ شغل شما چی بود غیر از حالا درس خوندن و اینها؟ شغلی هم داشتین؟ من بیشتر کار فرهنگی میکردم. از همون 18 سالگی که سردبیر نشریه دانشجویی بودم. بعد داشتیم کارهای فرهنگی میکردیم و
بعد بحث کارآفرینی اینا رو تو دانشگاه را مینداختیم، همایشا رو ایجاد میکردیم، از کارخونه‌دار بزرگ دعوت میکردیم. بعد که دانشگاه رشتهمون مهندسی بود هر دو تامون، بعد تصمیم گرفتیم بریم حوزه. حوزه برامون یه شخصیتی بود که ما از اول هر دو تامون مذهبی نبودیم، یعنی از اون نایی بودیم که بعدن هدایت شدیم. بعد رفتیم حوزه، برامون جالب بود و یه تفکری پیدا کرده بودیم، اون این بود که با ثروت خیلی مخالف بودیم. یعنی نه تنها مثلا یه جوی تو خود حوزه هم بود، تو رسانه هم بود. مثلا من همیشه این دیالوگه یادمه که تو فیلمه یه آقا پسر به مامانش میگه که مامان چرا اونا پول دارن؟ مامانش برمیگرده میگه مامان جان عوضش ما میگیم بهشت، اونا میگن جهنم. چه تفکر زایی که داشته، این در واقع پیام اون کارو بوده و این درسته فیلم بود دیگه. فیلمه، تو فیلمه بود. عجب. از بچگی این به نحوای مختلف تو پوست استخون ما رفته بود که این اگه ما بریم طرف ثروت، اگه بریم طرف پول و خراب میشیم، اخلاقمون عوض میشه. اطرافیان هم میدیدیم این مصداقا رو. بعد تا اینکه یعنی اطرافیان پولدار میشدن، عوض میشدن رفتارشون و اینا، عوض میشد. عوض میشدن. این پولداری از کجا میومد؟ از چه شغلی برشون ایجاد میشد؟ امن از طریق خرید فروش میومد، از طریق تجارت میومد، عوض میشد. مثلا تا اینکه ما رفتیم هیئت بودیم، هیئتمون نیمه شعبان جشن داشت. بعد من پول نداشتیم جشن بگیریم، من را افتادم پول جمع کنم. از کسایی پول جمع کردم که خیلی شخصیت منو خراب کردم، به خاطر حتی 50,000 تومان خیلی التماسشون میکردم. اونجا بود که به هم برخورد. اعتقاد دارم اونایی که رشد میکنن یه جایی بهشون برخورده. بله. آره، این چه وضع زندگیه؟ اینجوری چرا باید باشه؟ چرا منتی کسایی رو بکشی که حتی امام زمان هم قبول ندارن؟ فلان. برای بعضی از تاجرایی که من میبینم کار نمیکنن، میگم اینا بهشون بر نخورده هنوز یه جایی. اگه بر بخوره یا به خودشون نیومدن. آره، به خودشون نیومدن. تا اینکه پدر من 1,000,000 به شب چله پول داد، من 1,000,000 دوره شکرگزاری خریدم. بعد دوره شکرگزاری که خریدم، هر روز شکر رو می نوشتم. می گفتم هر چقدر درآمد می خواهید در قالب شکر از خدا بخواید. من گفتم که خدای شکرت من ماهانه 100,000,000 درآمد دارم. بعد این نوشتن خیلی تاثیرگذار بود. اصلا اون کتاب معجزه نوشتن من با وجودم لمس کردم. 2 ماه بعد اتفاقی همسرم گفت که من میریم قم. گفتم چرا؟ گفت نه من میرم قم. فرداش باشد اومد قم، خونه گرفت، ما اومدیم قم. از خوی اومدیم قم. بعد به امید اینکه درس میخونیم و فلان و بهمان، زندگی خیلی روال عادی خودش رو نداشت. اون درآمده کافی نبود. اومدین قم، مهاجرت کرده بودیم، وضعیت خوب نبود. استارت در واقع زندگی در قم اینجوری بود که سخت شد برای شما زندگی، درسته؟ بله، سخت شد. من خیلی دغدغه کار کردن رو داشتم، همسرم اجازه نمیداد. تا اینکه تو دیوار با آراد آشنا شدم، بعد رفتم در مورد تحقیق کردم. بعد دیدم یه شرکتیه که همه چادر سر میکنن، بعد مدیر عاملش میاد از انفاق صحبت میکنه، از شکرگزاری صحبت میکنه. بعد گفتم یعنی چی؟ مگه داریم؟ مگه میشه سازمان خصوصی همچین حرکتایی داشته باشه؟ بعد سلطنم کردم، اومدم دوره مشاور تجاری که چیز شدیم، خیلی خوب جلو اومدم، اما آخرش قبول نشدم از آزمون مهندس تالیا. مهندس تالیا برگشت گفت که یهویی نمیدونم چی شد بلند شدن تجارت رو توضیح دادن، گفتن تجارت کنید، حتی اگه با ما هم نکنید تجارت، برید دنبال تجارت. منم تو دلم گفتم که مهندس دلت خوشا، من فقط تو حسابم 20,000 تومان پول دارم، اونم باید اسنپ بگیرم برگردم خونمون. بله. تا اینکه رفتیم شهرستان و فلان و بهمان. چرا دوباره رفتی شهرستان؟ برای دیدار خانواده. من فکر کنم برگشتیم دیگه کلا اونجا باشه.
بله بله یهو قرار بود یه هفته بمونیم که پدر شوهرم گفت من پیر شدم نمیتونم باغ و جمع و جور کنم. من برایش گفتم من جمع و جور میکنم، خب یک سوم اونا بده به من. گفت اگه جمع و جور میکنی میدم بده. چقدر ایشون باغ دارن؟ زمینشون مساحت چقدره؟ تقریبا 16 هکتاره. باغ بزرگ گیلاس آلبالو هست یه منطقه، بعد همین میوه ها رو داریم دیگه. و کلا درآمد پدر همسر شما از بله. همین باغ بود؟ بله باغ بود. یعنی کلا زندگیشون رو با این متراژ باغ و در واقع محصولایی که داشت امورات می‌گذروندن و زندگیشون رو سپری می‌کردن، درسته؟ یکی باغ بود، یکی هم مغازه پارچه فروشی داشت. آها، پس ایشون هم بله، اما مثلا چون ما مخالف بودیم یکم حرف از اون دست از تفکره که پول بده. آره نه چون طلبه شده بودیم، مذهبی شده بودیم، یکم محروم بودیم. بعد من باقا کار کردم، هر روزم داشتم آراد و دنبال میکردم. یه مسئله ای، من یه سوالی برام پیش اومد. شما یک ذهنیت براتون به وجود اومده بود که پول خوب نیست، آره، ثروت خوب نیست. درست. چرا اصلا شما اومدین دنبال کار کارمندی، اومدین توی آراد کارمند بشین دیگه؟ درسته. درسته؟ و اومدین یک دوره ای هم در مشاوره تجاری ثبت نام کردین و شروع به فعالیت کردین. خب از آزمون استاتالیای عزیز سربلند پیروز نیومدین بیرون و پیروز نشدین از این اتفاق. و چرا پیگیر بودین شما که منافات داشت تفکرتون با ثروت و اینا؟ آرا که میگفت پول خوبه، ثروت خوبه، از طریق تجارت اتفاقا جذابه، اینها برای شما به وجود میاد، هم دنیا رو دارین هم آخرت دارین. چطور شد که اصلا این تفکری که پول خوب نیست در شما شکل گرفته بود اینجا به آراد لبیک میگین؟ بعد اومدم وقتی آراد رو دیدم، بعد دنبالش که کردم اون 14 روزی که تو آموزش بودیم، روال آراد رو دیدم، بعد شایسته سالاری که بود، تمام این چیزایی بود، مرفی اون مثلا خانم میری بود اینا توضیح میدادن، انگار با پتک میزدی رو سرت، کلن داشت همه چی عوض میشد، تفکر و اون باور و اینا عوض داشت. من مثلا ندیده بودم یه کسی که پولدار باشه اما بر اهل بیت گریه کنه. من ندیده بودم کسی که مثلا پولدار باشه بر اهل بیت جشن بگیره، چون همه بی پولا انگار اهل بیت رو دوست داشتن. برای من جالب بود، ندیده بودم مثلا سازمانی که مذهبی باشه و شایسته سالاری هم داشته باشه. یه بار به خانم میری گفتم، الان اینو از سر چاپلوسی نمیگم، یه بار خانم میری گفتم خانم میری این همه شایسته سالاری یعنی مثلا شخصی که نزدیکان مثلا مدیران هست یه کارمند ساده است، اما شخصی که با تلاش اومده مدیر شده، جزء مدیران ارشد شده، گفت داره. گفتم نکنه ظهور شده ما خبر نداریم. نکنه مثلا آخه این مگه داریم، مگه میشه یشن این همه شایسته سالاری باشه، این همه مثلا سختگیری باشه برای رشد. بعد همچنان داشتم پیگیری میکردم، سایت رو میخوندم، بعد هم دلم مونده بود تو پیش آراد دیگه. یه نقطه چی میگن عطف تحولی بود برای من آراد، یه زلفی یه ره زده شد دیگه. بله بعد رفتم دیگه کار کردم. رفتی کار کردیم توی باغ پدر همسر. و با اون توافقی هم که باشون داشتین، ایشون همون اولش گفتن باشه، تایید رو به شما دادن، باشه دیگه کار میکنی پول میدن. بعد کار کردم، بعد هزینه رو جور کردم، اومدم و وارد آراد شدم. این دفعه به عنوان تاجر. این دفعه به عنوان تاجر وارد آراد شدم. اومدین از خدمات آراد هم استفاده کردین؟ بله. و دیگه بقیه ماجرا چی شد؟ بعد انگار یه چیزی بود، میگفت شمسرم همیشه منو به شوخی میگفت زمانش هم میگفتن الله شاه میهن، تو هم میگی الله میهن آراد. بعد نمیدونستم چی کار کنم، تاجر بودم، بعد تاجر که بودم بازم اومدم، گفتن استخدام داریم، بازم اومدم استخدام شدم. بعد که استخدام شدم بازم یه لایه‌ای از چی میگن، من به عنوان
اسلام دیدم مثلا تو آراد چی بود؟ اونم که من فهمیدم من خودم چقدر شعار زدم، اون شخص مذهبی انقلابی چقدر شعار زدم، بیشتر شعار میدم تا اینکه عمل کنم. و من این عملگرایی رو تو آراد دیدم، با سختگیرایی که داشت، با رو نظمی که چیز داشت، من واقعا دیدم اهل بیت ما اون چیزی نبودن که من تا حالا فکر میکردم. من این نظم و سختگیری رو تو مجموعه دیدم. بعد که پخش زنده شروع شد، از دیماه بود، از کارمندی اومدم بیرون به خاطر پخش زنده که بیشتر تو تجارت فعالیت داشته باشم. روز اول پخش زنده ما رو میدونی کی بود؟ روز اول شب یلدا بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم. یه چند روز قبل شب یلدا بود یا آره اونطور آره. یا بود چند روز شب قبل از شب یلدا و فکر کنم 7 روز قبلش ما استارتش رو زدیم. شما اون برنامه رو دیدیم؟ بله. بعد به خاطر پخش زنده اومدن بیرون، دیگه واقعا تلاشامو شروع کردم. روزانه 4 ساعت پخش زنده رو نگاه می‌کردم، بعد آموزش‌های دیگر رو نگاه می‌کردم. از بس از هندزفری استفاده کرده بودم گوشام درد می‌گرفت. عجب. آره. بعد کلی نکته برداری نمی‌کردم تا اینکه فروش دیگه شروع شد. فروش شروع شد. چطوری، چه شکلی برام میگین؟ و ارتباطی که گرفتین و همه اینها، چالش‌هایی که بر شما داشت اولین فروختنه و اینا، همه رو بر ما مبسوط بگیم. زم اولین فروختنه لیوان کاغذی بود دیگه، با لیوان کاغذی شروع کرده بودم. محصولی که انتخاب کرده بودیم اولش برای لیوان کاغذی، لیوان کاغذی بود. بله. بعد اولین فروشی که گفتم، یه بار یکی از کافه ها خواسته بود 240,000 تومان شد، بعد 20,000 تومانش سود بود. من همسرم راضی کردم که ببریم بدیم این. بعد که موقعی برگشتم بارون بارید، هوا اصلا خوب نبود. ما رفتیم یه جاده ای، اصلا گم شده بودیم. موقعی که دندقت همسرم خوردیم به یه ماشین دیگه، بعد خیلی بد شده بود. بعد 20,000 تومان سود کردیم، 3,000,000 خسارت دادیم. بعد همسرم خیلی اصلا متوجه می شدم عصبانی بودم، بروم نمی آورد اینجا تجارت، یا 20 تومن سود کردی حالا 3 تومن هم باید بدیم. بعد اما یه یواش یواش واقعا مهندس تالیا راست میگن، شیطان همه جوره میاد سراغ آدم. اول ناامیدی رو تو دلت میکاره، بعد حریفت نمیشه، از لسان دیگران وارد میشه، از لسان دیگران نمیتونه، از اتفاقاتی که برات جور میکنه وارد میشه. بعد که یواش یواش دیگه خدا میاد کمکت، اون رشد اتفاق میفته. رشدی که یواش یواش اتفاق افتاد دیگه خیلی خوب شد. همسرم هم واقعا علاقه من شد به تجارت، آشنا شد. بعد تا اینکه مثلا اون روز همون هیئت که ما فعالیت میکردیم، اون روز جشن ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه بود، گفتم هزینه پذیرایی رو من میدم. به این حد دیگه. چون یه زمانی برای ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رفتیم پول جمع میکردیم برای اینکه تولد برای آقا بگیریم. بله. با اینکه سریا هم اصلا قبول نداشتن این معقوله رو. درسته. و امام زمانشون رو حتی، و شما مجبور بودیم برای اینکه حسن عشق و دلدادگیتون رو اثبات بکنی. درسته. رو بیاریم به این کار و اونجا شما احساس کردیم که بهتون برخورد. احساس که نه، باور قلبیتون این شد که بهتون برخورد. و به مراسمی میرسین که خودتون میگه هزینش با من. درسته. من ما همه جور گفتگویی رو دیدیم، یعنی همه جور گفتگویی رو در این قاب عزیزان شاهد بودن. این قاب یه کمی متفاوته به جهت اینکه شما از دریچه مذهبی و این شاکله بر ما داره میگه. خیلی ها درسته. خواستن کارهایی رو بکنن برای اطرافیان، برای پدر، مادر، همسر، برای خودشون، زندگی خودشون نجات بدن، اومدن تجارت کردن. برای شما دغدغه اهل بیت رو که داشتین، دغدغه اون بالاخره حزن ها و در کنارش اون شادی ها، دوست داشتین همه اینها رو یک مراسمی داشته باشین، حال خوب رو تزریق بکنین و یک
فیضی هم خودتون ببرین و عایدش برای شما بشه، تو این راه اومدین تجارت کردین و دیگه به این مرحله رسیدین، دیگه پذیرایی با من و این کارا دیگه با من. درسته. بعد شما هم قول میدم که یه روزی برمیگردم میگم این کارخونه هایی که من زدم این تعداد استخدام شدن، یعنی تا این حد به راه هم ایمان دارم، تا این حد مثلا با آراد کلی تفکرات من عوض شد. من که خودم رو انقلابی میدونستم تا حالا به این توجه نکرده بودم که رهبری 17 ساله میگه اقتصاد 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 و این همه معیشت مردم تو برای امام زمانمون مهمه. چرا یه طلبه کارخونه دار نباشه؟ چرا یه طلبه تاجر نباشه؟ با من همینه، تا حالا بهش فکرم نکردیم. میبینی از ذهن ما رد نشده، تا حالا نگذشتیم. و توی آرادی که پیدا میکنی همچین گفتگوی رو و خیلی زیباست. و شما از رهبری فرمودین، خیلی ها هستن که در این کشور همه جوره دارن از رهبری میگن و میگن ما پشتشونیم، همه جوره حمایتشون میکنیم، عاشقشونیم، دوستشون داریم. دوست داشتن که به حرف نیست، واقعا درسته، به عمل کردنه. تو توی میدان عمل، تو این رقابت، تو این جنگ، جنگ اقتصادی کجای این میدون وایسادی؟ اصلا پشت جبهه ای نیستی، اصلا طرف خاکریز هم که نیومدی، اصلا کاری نکردی در این جبهه. ولی خیلی ها اومدن با یک عزم راسخ، با یک هدف، با یک قوت دل و قلب کار کردن. تصمیمشون این بوده که اقتصاد مملکت امام زمان رو درست درمون بکنن، حال همه مردم خوب بشه و در کنارش به اون شعارهایی که 17 ساله به قول شما رهبری گفتن و کسی عمل نکردن عمل کنن. اینا خیلی نقاط جذابیه. آره، برای ماجرا آراد یه حس خوبه هست. همیشه مثلا میگفتم کاش زمان جنگ هم ما بودیم، زمان انقلاب هم ما بودیم. تا اینکه یه شبی مهندس شعبانی صحبت میکرد، برگشت به شما گفت که آقای تحویل دار اگه حرف نزنی خوابم میبره. بله. از بس که خستم. من یاد شهید همت افتادم که تو فرماندهی جنگ روزی فقط 10 دقیقه میخوابید، روزی فقط 2 ساعت میخوابید. خودم اون حس خوبه رو میگیری. دقیقاً. یعنی مثلا یه فرمانده ای نیست که بشینه بگه برو، میگه بیا من رفتم، مثلا میگه من رفتم شما هم بیان، من اینطوری ام شما هم اینطوری باشید. این حس خوبه رو از مدیران ارشد میگیری. مثلا مهندس تالیا خودش چقدر با خستگی بازم با تمام توان میاد و ادامه میده. کامنت هم نوشتم جز یه فرد عاشق نمیتونه باشه. یه عاشق میتونه اینطوری عمل کنه، عاشق میهنش، عاشق اسلامش، عاشق هموطناش میتونه باشه. درود بر شما. شما از خانم باولوی بزرگوار گفتین که یک تفکری قبل از آراد داشتن، یک تفکری بعد از آراد. حالا اینها رو که بگذاریم ازش، اوضاع احوال مالی قبل از آراد و بعد از آراد چی شد؟ با توجه به اینکه شما اومدین قم و از اوضاع روزهای اول زندگیتون در قم هم همچین که تعریف کردین خوب نبوده و درسته، خیلی روزهای سخت رو گذروندین. درسته. اول مثلا اون چیزایی که لازم داشتم رو خریدم، بعد زندگی به روال خوب میچرخه. اما از بس زندگی چاله چوله داره بازم در میاری پر نمیشن، چون ابتدای راه هستن. ابتدای راه هستن، همین یه سال هنوز شروع کردم و اینطوری شده، اما سالهای بعد بیشتر رشدهای بیشتری خواهیم کرد. بعد شما همین امسال با این باری که توی محصول گیلاس و آلبالو دارین در باغ پدر همسر، بله، میتونی یه فروش بی نظیر رو داشته باشین. بله. و الان دیگه فکر میکنم فصل برداشتش دیگه. بله. از این موقع تو منطقه فصل برداشت. درسته. بله، فصل برداشته. با مشتریان داریم صحبت میکنیم، انشالله به فضل الهی بتونیم معاملات خوب بزنیم. درود بر شما. سلام. شما اگر با آراد آشنا نمیشدین تو این لحظه سال گذشته، درسته یک سال وارد شدین دیگه، درسته، اصلا میگیم که سال 1399 یا 1400 سرکار خانم بابالو و همراه همسرشون کجا بودن، چیکار میکردن، اوضاع احوالشون چی بود در این ساعت و لحظات؟
امیرالمومنین علیه السلام یه سخن دارن میفرمایند یا باید سختی کسب و کار صبر کنید یا بر نداری و فقر صبر کنید. اگه با آراد آشنا نشده بودم الان بازم دغدغه مثلا خرید مثلا کتاب خوندن و مایحتاج اولیه رو داشتم. یه زندگی طلبگی چون با کمتری شهریه دارن زندگی میکنن، همون مایحتاج اولیه رو اینا رو داشتیم. بازم دغدغه چیکار کنیم، چطوری از اونجا بزنیم از اینجا بزنیم. اما با آراد که آشنا شدیم، مسیر رو پیدا کردیم، الحمدلله اوضاع خوب شده. الان باید بر فقرمون صبر میکردیم. چه صحبت جذابی داشتین. اگر قبل از اصلا کلا با آراد همراه نمیشدین، همدل نمیشدین، با فقره صبر میکردین. الان که وارد آراد شدین، داریم با کسب و کاری که انجام میدین با این حرفتون صبر میکنین و این صبر هم نتیجه به شما داده. بله، شما با امان دارین میرین جلو، هم صبر کارتون رو دارین، هم در کنارش دارین فروش میزنین و بهترین ها داره برای شما رقم میخوره. چقدر خوب. شما دیدگاهتون نسبت به اطرافیان، کسایی که در کنار شما بودن، خانواده، دیدگاهتون نسبت به تفکراتشون چقدر عوض شده این از این، و دیگران نسبت به شما چقدر تغییر کردن به جهت اینکه شما یک تفکر جدید رو بر خودتون به وجود آوردین و یک دستیافته دارین از این اتفاق؟ دیدگاه اطرافیان در مورد من اینطوری عوض شده که شاید اوائلش غور می زدن، اما الان احترام می زارن به یک فرد منظم تلاشگر، کسی که خسته نشده و هدفش رسیده و یه فرد قابل احترام شده. چقدر خوب. یه شخصی که دیگه شعار زده نیست. آره دیگه، مثلا قبلن ها می گفتی آره همینجوری، نه اینطور نیست. الان وقتی یه حرفی رو میگی، میگی پشتوانش یه چیزی هست. میگه اینا هست. و سوال بعدتون چی بود؟ همون دقیقا صحبت اینه، نظر اطرافیان در مورد شما و شما نظرتون در مورد اطرافیان. الان نوع نگاه خودتون رو نسبت به اطرافیان بفرمایید که خودتون چه تغییر کردین، نگاهتون به اطرافیان چطور شده؟ نگاهم به اطرافیان اینطوری شده که چقدر دنبال استخدام میگردن، چقدر چی میگن دنبال یه کار محدود فکر میکنن. آره محدود فکر میکنن. چقدر نامحدود. چرا با دنیای تجارت آشنا نیستن؟ چرا با آراد آشنا نیستن؟ و تمام سعی میکنم که آشنا بشن، بفهمن، بشناسن. بیشتر تأسف داری میخوان شما؟ بله. که اینطور خیلی دوست دارم. مثلا حتی کل من مثلا 5 تا عمه دارم، 4 تا عمو، خانواده بزرگی. خیلی دوست دارم وقتی مثلا اسم خانواده ما بیاد، اسم تجارت هم کنارش باشه، همشون تاجر بشن. تا این حد دوست دارم. مثلا بازم تمام تلاشمو میکنم که این فرهنگ رو راه بندازم. درود بر شما. اگه یه روزی بخوایم فیلم بسازیم، بر حول چه محوری فیلم بسازیم که اون تفکر از بین بره، اون تفکری که ذهنیت داد به شما که فقر خوبه، ما عوضش میریم بهشت ولی پولدارا نمیرن، این تفکر رو شما چطور میتونی عوض بکنی؟ اصلا وارد سینما میشین یا وارد فضای رسانه میشین که پولی رو بذارین تفکر عوض بشه؟ 100%، 100%. حتی مثلا چی میگن، من خودم شاید زندگی خودم رو ساختم آقای تحویل دار. چقدر خوب. چون من تو اوج مثلا جوانی به بیماری سخت مبتلا شدم، به زور بلند شدم، یه زندگی جدید شروع کردم، بعد ادامه دادم با وجود اون سختیایی که داشتم. دانشگاه خوندم، حوزه خوندم، بعد تجارت آشنا شدم. شاید یه روز زندگی خودم رو ساختم، فهمیدم که چطوری متحول شدم. این بهترین فیلم به نظرم خواهد بود. اصلا همچنان یه صحبتی هم که بخوام داشته باشم با همه عزیزان دل، اینه که ما همیشه نیمه خالی لیوان رو تماشا میکنیم. شما اگر به اون مرحله سخت بیماری هم برسین و برگردیم به اون دوران، احساس میکنین هیچ کسی دردش به اندازه شما عمیق نیست، کسی از شما وضع اوضاعش بدتر نیست، همیشه این حال خرابی، این حال بدی هست.
درست. ولی خدا بهتون اثبات میکنه به همه بنده هاش، البته اونایی که دوست داره خدا، البته با این منطق بگم و با این منطق صحبت بکنم، خدا یه کسایی رو دوست داره که یه تلخی رو بهشون میده و در کنار اون تلخی یه شیرینی بهش میده، میگه ببین من خواستم درک کنی، حس کنی این تلخیه رو، این شیرینیه رو. حالا مزه ها متوجه زندگیته، اون تلخیه رو اصلا شاید تلخ ندونیش و این یه پلی رو بزنی و این راهی رو بزنی به این یک سمت موفقیت. و خدا صلاح دونسته که این زمان این اتفاق بیفته و این زمان بهترین اتفاق. درسته. به نظر من این صحبت‌ها همیشه و همواره هست برای همه آدم‌های محبوب خدا، این اتفاق میفته. آقای دلیل، من یه دفتر شکرگزاری دارم. بله. سه تا شکر ثابت دارم. این یه خدای شکر به خاطر خودت، خدای شکرت به خاطر یبن الحسن، به خاطر امام زمانمون هر روز شکر میکنم. یکی هم میگم خدای شکرت به خاطر حال خوبم. یه زمانی حالم به قدری بد بود که فکر نمیکردم حالم خوب بشه. همیشه اینو شکر میکنم که خدای شکرت به خاطر حال خوبی که دارم، همین حسی که دارم. برای همین افرادی که با عمق وجودشون رنج رو کشیدن میتونن رشد بیشتری هم داشته باشن. منم این امیدو به خودم دارم. درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. یه سوال میخوام بپرسم حسن ختام. اونم اینه که سرکار خانم بابالو 5 سال دیگه کجا هستن و چیکار میکنن؟ 5 سال دیگه یه تاجر بین المللی هستم. بله. که هم به عنوان تاجر هم به عنوان مبلغ بین المللی فعالیت میکنن. یعنی هم با اینکه چند تا زبونم میدونن تو کشورهای مختلف، هم تبلیغ میکنن هم تجارت میکنن. زبان ها رو بلدی یا میخوایی فرا بگیری؟ تا حدود انگلیسی بلدم. بعد عربی نارم بلدم به خاطر طلبگی اینا. بعد همچنان دارم تلاش میکنم ترکی استانبولی هم اینا هم که آره دیگه زبان خودمون. بعد که یواش یواش زیاد میکنم دیگه. انشالله دور نیست، حتما اتفاق میفته انشاءالله. نه اینکه اثر این باشه که امیدواریم براتون اتفاق بیفته، نه قطعا. اینجا آراده، اینجا فرق میکنه مسئلهش به دنیاش، با همه جهانهایی که آدم ها در ذهنشون بستن و دارن خیلی متفاوته. خیلی متشکرم از شما خانم. انشاءالله خدا بهترین هاش رو برای شما به ارمغان بیاره و از خدا بهترین ها رو برای شما مسئلت بکنیم. خیلی متشکرم. سلامت باشید. عزیزان بیننده خیلی متشکرم از لطف شما، سپاسگزارم که ما رو تماشا کردین. بفرمایید بخش رو تماشا میکنیم، باز خواهیم گشت با مناظره در خدمت شما هستیم و سومین فینالیست رو امشب شما برای ما مشخص خواهید کرد. بفرمایید.